بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم به برنامه دانش، بینش و آزادی خوش آمدین. بنده حبیب ریاضتی در خدمت شما هستم و هدف از این برنامه ها همانطور که مستحضرید آن است که یک فضایی بر اساس دانش فراهم بکند که ما بتوانیم با تعمق فکر کردن، اندیشیدن، یک بینش جدیدی نسبت به اوضاع و احوال فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ایجاد بکنیم. بینشی که ما رو ببخشید رها کنه یا آزاد کنه از تمام این زنجیرهای خرافی که تحت عناوین مختلفه ما رو اسیر کرده. این برنامه ها میدانید که هدفش آن است که تعلیم و تربیت رو افزون بده. به هیچ گونه حزب سیاسی و یا مذهبی تعلقی نداره. این بدان معنا نیست که ما سیاست و مذهب رو از شالوده اجتماعی جدا می دانیم. در حقیقت ما فکر می کنیم که اگر مذهب درست شناخته بشه، عرفان مذهب اون طوری که انسانیه برداشت بشه، شاید این خرافه‌گری ها و اسارت ها رو ما نخواهیم داشت. اما بحث امروز، قبل از آن که بحث رو شروع بکنم میخواهم پیشاپیش عید سعید نوروز رو به همه شما هموطنان عزیزم در سراسر جهان که به این برنامه توجه میفرمایید تبریک و تهنیت عرض کنم. امیدوارم که نوروز ما فیروز باشه، پیروز باشه. مفهوم نوروز فقط به یک روز و 13 روز خاتمه پیدا نکنه، بلکه نوروز یک مفهوم تجدد فکری، تجدد معنوی، تجدد جسمانی همه با هم باشه. در دنیای امروز ما واقعا به نوروز بایستی اعتقاد داشته باشیم که بیاد، ولی شاید نوروز طبیعی میاد و میره، ولیکن ما هنوز همون لباس‌های فکری و احساسی و اعتقادی و فرهنگی قبل عتیقه رو داریم. شاید نوروز حقیقی آن است که ما بتوانیم تمام آنچه که اسباب جدایی انسانها رو فراهم میکنه بشناسیم و بعد به طور صحیح و سالم باهاش روبرو بشیم. این نوروزی است که من برای همه شما عزیزان آرزومندم. مفتخر هستم امروز یکی از دوستانم، همکارانم که سالیان متوالی در خدمتشون بودم رو با خودم داشته باشم. جناب دکتر علی اسدی، استاد دانشگاه، ولیکن اهمیت ایشان در زندگی من و در همکاری که با ایشون داشتم آن است که فرهیخته هستن و فرهیختگی فقط به معنی آن نیست که دانش آموختن، بلکه چگونه آن دانش را در خدمت نوع انسان ازش بهره‌مند میشن. جناب اسدی در مسائل عرفانی، در مسائل اجتماعی، ادبیات مهارت خاصی دارند و ما می‌خواهیم
امروز وضعیت فعلی ایران و شاید آینده ایران رو از دیدگاه ایشون مورد بحث و مطالعه قرار بدیم. خیلی خیلی خوش آمدین جناب دکتر اسدی عزیز. درود بر شما و تمام مردمان پاک سرزمینم، تمام آزادی خواهانی که حقیقت و راستی و آزادی امید روزانه و دقایقشون هست. پیشا پیش برای تمام مردمان آزاده سرزمینم سالی بهتر از سالهای پیشین رو آرزومندم و امیدوارم تجدد طبیعت و کمالش که در بهار متجلی میشه امید بخش پایان این زمستان طولانی در سرزمینمون باشد. و اگرچه همه ما داغدار هستیم به خاطر اتفاقات و وقایعی که اخیراً اتفاق افتاده و به صورت مزمن در 40 سال گذشته در سرزمینمون به بهانه‌های مختلف اتفاق افتاده و ما همه داغدارش هستیم، به قول هوشنگ ابتهاج چه بینشات بهاری که بیرخ تو رسید. و ما هرگز خونهای پاکی که ریخته شد به کف خیابونها و جوانان گمنام ولی آزاده و پاکی که جانشون رو در راه آزادی فدا کردند فراموش نخواهیم کرد و این راه ادامه خواهد داشت. و همونطور که شما فرمودید جناب ریاضتی، به راه بادی رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم، به قول سعدی. و ما در تلاش هستیم که با این گفتگوها دریچه‌ای رو باز کنیم، پنجره‌ای رو باز کنیم تا شاید نوری بتابه و این نور جهل و سیاهی که زاینده تمام این ظلمت و تباهی هست رو از درون یکایک ما بزداید تا اثر اون در اجتماع چون سیل و طوفانی منقلب کنه احوال ما رو و حال ما رو به بهترین حال برسونه. شاعران گویی پیامبران واقعی زمان خود هستند و یکی از بزرگترین شاعران تاریخ بشر فردوسی که اثرش بزرگترین اثر ماندگارش شاهنامه، حکایت شاهان و پهلوانان و رویه برخورد شاهان با مردمان هستش، گویی پیشگویی کرده بود چه بر سر سرزمینمون این روزها آمده است. او می‌فرماید سپاه اندر ایران پراکنده شد، زن و مرد و کودک همه بنده شد. سپاه اندر ایران پراکنده شد، زن و مرد و کودک همه بنده شد. دو بهره سوی زابلستان شدند، به خواهش بر پور دستان شدند. که ما را ز بدها تو باشی پناه، چو گم شد سر تاج کاووس شاه. دریغ است ایران که ویران شود، غلام پلنگان و شیران شود. و جایی که شیران و دلیران و پلنگان جایگاهشون هست و جایی که مردمان و زنان و پاکش فرهنگ ساز تاریخ بشریت بودن، حیف است که 40 و اندی چنین در قبض باشه و چنین ما شاهد خونریزی ها باشیم، ناباورانه شاهد این همه ظلم باشیم که بی حد و حصر هستش و ظالم هیچ حد و حدودی برای
جنون قدرت خودش و از بین بردن مردمان خودش قائل نیست و دروغ، ریا و فساد سراسر این حکومت سراسر تباهی رو فرا گرفته و متاسفانه همون جوری که مولانا اشاره میکنه یک حکومت مثل یک حوض هستش که از اون حوض از طریق لوله ها به جامعه راه داره و به مردمان و رعیت راه داره و اگر در اون حوض آب پاک باشه در جامعه هم آب پاک جاری میشه و اگر در اون حوض نجسی و فساد و تباهی و کثافت باشه همونطوری که ما شاهدش هستیم و به اوج رسید در این روزها، در جامعه هم همون جاری میشه و ما به راه آزادی به دنبال پاک کردن این روح جامعه هستیم از این پلشتی و بدی که مظاهر اون دروغ هستش، ظلم هستش، ریا هستش و دوشخیمی با جان انسان. و تلاش خواهیم کرد که در این گفتگو ارجاع بدیم شنوندگان رو به آنچه که در تاریخ ادبیات ما به عنوان گنجینه حکمت وجود داره و کسانی که شنونده این برنامه هستند شاید برخی اندکی از اونها خدمتگزاران بدنه قدرت باشند، شاید نهیب و نشتری باشه بر وجدان باقی مانده آنها که رها کنند مظاهر شوم و شیطانی پلید قدرت رو و راه درستی رو انتخاب کنند. در آنچه که در تاریخ ادبیات و تاریخ فلسفه ما مظاهر درستی حکومت، بنیانهای درست حکومت از اونها یاد شده، در این بدنه قدرت از اون اثری وجود نداره. تدبیر، عدل، درستی و راستی، فضیلت و رعایت. کلمه رعیت رو همه ما شنیدیم. رعیت یا رعی مردمانی هستند که در به معنای این هستش که مردمانی هستند که از اونها نگهداری میشه، از اونها محافظت میشه. و رعایت و سیاست چه خوش در کنار هم می نشینند که سیاستمدار همیشه نگهبان و نگهدار جامعه خودش هستش و ما متاسفانه نه تنها اثری از رعایت در سیاست پلید این شومان نمی‌بینیم که نیت پلید اونها به بهانه‌های واهی به نام خدا، به نام دین در جهت جان ستاندن هستش از هر که آرزوی آزادی داره، هر که سودای رهایی داره و به هر بهانه‌ای و به هر ابزاری جانش رو می‌ستانند و او رو می ترسانند. از کودک گرفته ما شاهد مسموم کردن دختران عزیزمون هستیم در مدارس تا بدار کشیدن جوانان پاک و زیبارو و زیبادل و ترویج این مظاهر ترس و رعب و وحشت منظوری نداره برای حاکم جز یک روز بیشتر حکم کردن و در مسند قدرت بودن. و چه توهم شوم و باطلی. مرحبا. میدانید علی جان مقدمه مهمی رو سلوحه این گفتگو قرار دادین. من میخوام اگر اجازه بفرمایید همونطور که شما مطالب رو میفرمودین، من چون میدونین جاهلم و فقط با سوال کردن یه چیزایی شاید بفهمم، میخوام یه 3-4 تا سوال بکنم و بعد بتونیم در انتها اینها رو به هم متصل بکنیم.
پیشبینی، پیشگویی. من تصور میکنم که شما این رو به صورتی به کار میبرین که حقیقتاً اراده آزاد انسان هم درش محفوظه. یعنی میدانم که شما یقیناً آگاهید مازلو، ابراهام مازلو، این یه اصطلاحی داره به اسم خودشکوفایی و تجربه عالی، پیک اکسپریانس. من معتقد هستم که کسانی مثل مولانا، کسانی مثل سعدی، فردوسی شهیر، اینها به خاطر اینکه به این درجه از معرفت انسانی رسیدن، بنابراین میتونن یک دنیایی رو که میتونه خیر مسترش باشه یا شر برش حاکم باشه در حقیقت پیشگویی کنن. ولی سوال من اینه که آیا پیشگویی دلیل بر اتفاق، یعنی علمی که به یه واقعی ما داریم دلیل بر اون است که اون واقعه اتفاق بیفته، و یا آن که ضوابطی موجوده که اگر اون راهها، اگر اون فکرها با هم دیگه انجام بشه یک عاقبت شومی داره؟ آیا علم به شیء سبب حصول به شیء؟ خدمت شما عرض کنم که در مورد پیشگویی نکته جالبی رو فرمودید و این نکته جالب رو من میخوام ارجاع بدم به شنوندگانی که در بدنه قدرت هستند و هم شنوندگانی که مظلوم ظلم ظالمان حاکم بر قدرت هستند، به هر دوی اونها. راهکارها و نظم پیچیده‌ای وجود داره در تمام ارکان هستی و این باورمندی به این نظم دقیق ورای اعتقادات دینی و مذهبی معمول هستش. کافیست بدون هیچ اعتقاد مذهبی یا باور دینی به عنوان یک آزاداندیش شبها به آسمان نگاه کنیم یا در کنار طبیعت وقت سپری کنیم و گذر فصلها رو ببینیم. اصلا اساس نوروز به خاطر این هستش که شب یا شب به شب و گذر شب و روز دقت کنیم. شب تیره صبح میشه هر روز و فصلها در گذرند، زمستانها به بهار میرسند و تمام طبیعت گواه تغییره و این تغییر بر اساس نظام قانونمندی استوار هستش که ما چه به اون باورمند باشیم، چه نفیش بکنیم، چه بر اساس اون زندگی بکنیم یا چه بر اساس اون زندگی نکنیم، این اساس طبیعت و هستی هستش و این نظم دقیق گریبانگیر آن خواهد شد که برخلاف این نظم زندگی کنه و از فرصت کوتاهی که عمر نام داره استفاده کنه. مثلا مثالی رو خدمتون عرض میکنم. ما با عنوان انسان تعدادی سلول انسانی داریم و در این حال بیشتر از اون که تعدادی سلول انسانی داشته باشیم، در روده های ما تعداد زیادی سلول باکتریایی زندگی میکنن. ماکروبایوم خدمت شما عرض کنم که تا چند برابر سلول های انسانی در واقع وجود دارن در بدن هر انسان. و وقتی که انسان به پایان زندگیش میرسه و عمرش به پایان میرسه و حالا به هر حال به خاک میسپرنش، همون ماکروبایومی که برای بقای هستیش
یعنی ماکروبایوم برای سلامت، برای دفع صدمات انسانی و خدمت شما عرض کنم که تولید مواد مغذی و خدمت شما عرض کنم که فعل انفعالات مهمی که در بدن هستش مهم هستند برای سلامت انسان. ولی همچین که انسان به مرگ خودش میرسه، همین باکتری هایی که برای سلامت و بقای انسان بودن نگاه میکنن، متوجه مرگ انسان میشن و این چرخه حیات از کار میفته و این باکتری ها شروع میکنن انسان رو در واقع تجزیه کردن و از بین بردن. حالا من میخوام ربطش بدم به در واقع مسئله حکومت. علی جان ببخشید مزاحم میشم، این سگ شماست، این جرمن شپرد داره ناله میکنه یا من صحبت حکومت ایرانو که میکنم اینا هم دلشون به درد میاد و در واقع دل خوشی ندارن، احساس هستن به این کلمات و ابراز در واقع همراهی میکنن با مردمان دادخواه. حالا بهشون بگین که یه ذره آروم باشن، انشالله بعد از این برنامه یه مقدار آرامش ایجاد میشه. بفرمایید. من فقط نمیخوام که این صدا باعث بشه که کلمات شیرین شما شنیده نشه. بفرمایید. ببخشید. خواهش. خیلی ممنونم از محبت شما. خدمت شما عرض کنم که روی سخنم هستش با حاکمان جبار و وقتی که بدنه قدرت به مرگ میرسه و اجزای اون شروع میکنن به خوردن بدنه قدرت و فساد بی حد رو شما شاهد هستید در بدنه قدرت، این نشان مرگ یک سیستم هستش و این پیشگویی رو علم به ما میاموزه. وقتی که ما در کشور خودمون میبینیم، شاهدیم که تمام اجزای قدرت علاوه بر این که ظلم میکنن به مردمان بیدفاع و مظلوم، خبری رو هر روز میشنویم از دزدی‌ها، فسادها و خیانتهای بزرگی که اجزای قدرت به خاطر اینکه دسترسی دارن به قدرت انجام میدن و این همون اتفاقی هستش که بدن انسان وقتی که میمیره باکتری ها به سر بدن انسان در میارن. این پیشگویی رو من و این نوید رو من میخوام به مردمان پاک خودمون بدم که ما دیدن فساد حکومتی در وجه دزدی های بیکران نشان دهنده این هستش که خدمت شما عرض کنم که این بدنه فاسد به مرگ رسیده و مرگ رو داره تجربه میکنه و این جانم مثل این چه اشکال پیدا شد. سروران عزیز، تا جناب اسدی برگردن، موضوعی که داریم صحبت تشروع میکنیم برای نفوسی که تازه به ما پیوستن، اوضاع و احوالی که در ایران و یا در جهان داره جریانش روز به روز به سمت فساد، به سمت نابودی، بی‌عدالتی میره. جناب اسدی فرمودن که این موارد قبلا توسط نفوسی که عارف بودن، عالم حقیقی بودن و از همه مهمتر خودشان اخلاقی بودن پیش بینی شده و سوال بنده از ایشان این بود که آیا پیش بینی دلیل بر وقوع و یا اینکه چون روند فکری و عمل کرد عوض نشده اون پیشبینی ها هم میتونه به عرصه ظهور بیاد.
یعنی این که بنده تأکیداً عرض میکنم به خاطر حرفای اونها نیست که ما ظلم و ستم رو تجربه میکنیم، بلکه به خاطر اعمال، رفتار، عدم بلوغ، عدم درایت که ما به اینجا میرسیم و اون نفوس به خاطر اینکه متافیزیک یعنی ورای زمان و مکان مسائل رو میدیدن، اینها پیش بینی هایی هم کردن. علی جان برگشتین. درود بر شما. خیلی خوب، خیلی خوب، خوش اومدین. پس علی جان برای اینکه پیش بریم، پیش بینی ها بنابراین به زبون ساده فقط ما رو آگاه میکنه به احتمالات وقایع در آینده و این احتمالات وابستگی به انتخاباتیه که ما میکنیم، نه آنکه جبر که این وقایع باید پیش بیاد و بعد ما بیایم و نوح سرایی کنیم و یه عده بشن ظالم یه عده بشن مظلوم. من میخوام این نکته رو شما توضیح بفرمایید که اختیار انسانها و علم انسانها و وجدان انسانها در حقیقت میتونه پیشبینی های غلط رو یعنی شوماور رو به خیر مبدل کنه. درست متوجه شدم یا خیر؟ بله، خدمت شما عرض کنم که رابطه متقابلی وجود داره بین حکومت ها و مردم، یعنی حکومت ها از مردم برمیان و مردم از حکومت ها تحت تاثیر حکومت ها قرار میگیرن و این وسط اون چیزی که اتفاق میفته اراده طرفین هستش که یکی صاحب قدرت، یکی در واقع تحت سیطره قدرت هستش. و این وقتی که ما بررسی کنیم که خب این در واقع این مجموع برایند شعور اجتماعی بوده که این اتفاقات اخیر افتاده در 40 سال گذشته، مثلا مردم همه چیز داشتند به جز مقداری آزادی های سیاسی که از اون بی بهره بودن، ولی رفاه اجتماعی خدمت شما عرض کنم که رایگان بودن تحصیلات، خدمت شما عرض کنم عزت و افتخار و و و و و و و شما نگاه کنید میبینید که افکار عمومی احساسی میاد تحت تاثیر قرار میگیره، عوامل داخلی و خارجی دست به دست هم میدن و یک نظامی که اصلاح پذیر بود میاد کلن تبدیل میشه به یک نظامی که اصلا اصلاح پذیر نیست. و خب چرا این افکار عمومی احساسی باید بازیچه قرار بگیرن؟ به خاطر جهل و نادانی بوده که هم در طبقه روشنفکر، به اصطلاح روشنفکری ایران حاکم بوده که غافل بودن و تصویر یک نفر رو در ماه دیدن و خدمتتون عرض کنم که تنها حزب رسمی ایران حزب توده در واقع در خدمت این افرادی بوده که هیچی از نه علم میدونن نه از اخلاق میدونن نه از انسانیت میدونن، تنها مدعی دین هستن. و خب نگاه میکنیم میبینیم که اراده انسانی که انتخاب کرده این جهل آشکار رو بر یک نظامی که اصلاح پذیر بوده در واقع نطفه‌ای شده که باعث شده که ما با این معضل بزرگ امروز مواجه باشیم در جامعه‌مون. مسلماً اراده انسانی و به قول باز میخوام از یک شاعر وام بگیرم، هوشنگ ابتهاج میگه تا بردمد خورشید نو شب راز خود بیرون کنید. برای اینکه آفتاب دیگه دوباره در واقع بتابه ما باید تاریکی رو از درون خودمون بیرون کنیم. و میخوام یه حکایتی رو از مولوی برای شما در واقع اینجا بیارم. در مثنوی یک پیری میره پیش طبیب و میگه که من در واقع سرم درد میکنه. گفت پیری مر طبیبی را که من در زهیرم از دماغ خیشتن.
گفت از پیری استان ضعف دماغ. گفت بر چشمم گفت بر چشم ز ظلمات هست داغ. همچنین هی بیماری ها و عیبای مختلفی که داشته رو این پیرمرده به طبیب میگه. هی طبیب میگه که این به خاطر اینه که پیری. آخر سر پیرمرده عصبانی بهش میشه، میگه که از طبابت و در واقع پزشکی همینو یاد گرفتی که هی بگی من پیرم، میگه که بله این عصبانیت تو هم که خلق و خو تحمل نقد نداری به خاطر پیری هستش. این رو مولانا بر میداره تبدیلش میکنه، میگه که این نشان پیری یه چیز ظاهریه، اون چیزی که در درون انسان هستش اون روحیات طیبه هستش که سبب در واقع نشاط و زندگی میشه و جامعه‌ای که اون روح طیبه، اون روح آگاهی، روح خرد، روح حکمت، اون چیز حکمت و خردی که فردوسی بهش اشاره میکنه به نام خداوند جان و خرد، یعنی جامعه‌ای که جان و خرد درش ستوده بشه، ستایش بشه، جامعه‌ای هستش که خوشبخته. جامعه‌ای که جان و خرد درش ستایش نشه، جامعه‌ای که بدبختی رو تجربه میکنه. اینا قانونمندی‌های طبیعت هستش. حافظ هم میگه، میگه همای را گو مفکن سایه شرف هرگز، در آن سرای که توتی کم از زغن باشد. اونجایی که توتی کم از زغن هستش سعادت رخت برمیمنده، همای سعادت وجود نداره. اینها قانونمندی‌هایی هستش که وجود داره. ما رسیدیم، نسل جوان ما، نسل دهه 80 به این دلیری آگاهی رسیدن، چون آگاه شدن که زندگی بدون آزادی ارزشی نداره، برای همین جانشون رو فدا میکنن بدون ذره‌ای ترس. وقتی که آگاهی وجود داشته باشه دلیری هم وجود داره، شجاعت هم وجود داره. نسل‌های پیش از این به خاطر عدم آگاهی این شجاعت رو نداشتن. نسل دهه 80 به خاطر این انقدر دلیرانه هم مبارزه میکنه، به خاطر اینکه به اون آگاهی رسیده که در واقع بدون آزادی زندگی کردن هیچ ارزشی نداره، ذلته. و اون آگاهی هستش که در واقع باعث موتور تولید خوشبختی هستش. تو همین حکایت مثنوی میخوام یه نکته دیگر خیلی خیلی مهم هست بهش اشاره کنم، و اون در واقع باورمندی خرافه گونه مردمان سرزمین ماته صدها سال از زمان حافظ تا به امروز به دین هستش. و این دین و دین باوری که در جامعه ما وجود داره که به دور از آگاهی خردمندانه هستش، مسبب تمام بدبختی‌های ما توی 800 سال اخیر بوده. از تمام اتفاقات شوم و بدی که در سالیان دور دراز افتاده تا امروز تو این 40 ساله مواجهش هستیم. و مولانا میگه که در توصیف خداوند تو همین حکایت پیر و طبیب میگه که هرچه اندیشی پذیرای فناست. یعنی هر چیزی که فکر کنی فنا میپذیره. آن که در اندیشه ناید آن خداست. پس خداوند ورای اندیشه است. این موهوماتی که به اسم دین و توهمات دینی و تظاهرات دینی ما شاهدش بودیم در جامعه و جامعه ما رو به بدبختی کشانده، چون بهش اقتدا کردند یک عده به اسم آخوند و بر اساس اون حکم صادر کردند، بر اساس اون هر عمل قبیحی رو جایز میدونند، نه ربطی به خداوند واقعی داره، نه ربطی به حقیقت آفریدگار در واقع این هستی داره. بعد در ادامه میگه که ابلهان تعظیم مسجد میکنن. اینو من نمیگم، مولوی میگه. ابلهان تعظیم مسجد میکنند، در خرابی اهل دین جد میکنند. آن مجاز است این حقیقت، ببخشید ای خران، نیست مسجد جز درون سروران. آن نشانی ها همه چون در تو هست، چون تو زیشانی کجا خواهی برست. یعنی چی؟ یعنی که اون نشانه هایی که ما میبینیم از ظلم و تباهی یه مقدارش هم در وجود ما وجود داره،
وقتی که اون نشانی در ما وجود داره که همون جهل هستش، ما چجوری میخوایم از دستش رها بشیم؟ این هست، این باور، این مسئله باور مذهبی یکی از مسائلی بوده که موهوماتی بوده که چون به دور از خرد بوده، با خرد همراه نبوده، اعتقاد به آفریدگار میتونه از خردمندی باشه، ولی متاسفانه دینداری ما از خردمندی نبوده و این دینداری که بر اساس خردمندی نبوده پایه فلاکت اجتماعی ما شده. آیا ممنونم حقیقتا وقتی شما به این بیانات مولانا اشاره کردین، یعنی در حقیقت مفاهیم رو این فرد اگرچه در زمینه مذهب زندگی می کرده ولی با چشم دیگری اینها رو می دیده، مسجد رو فقط محدود به یک ساختمان ظاهری سوری نمی دیده، بلکه وجود انسانها رو، وجود خود ما میشه همون مسجدی که در حقیقت ندای الهی رو ما باید حس و لمس کنیم. اینا رو من دقیقاً متوجه میشم. ببینین، شما به یه جهل مقدس، این واژه اروپایی موقعی که این فیلسوفا رو میکشتن، علی، که یه پیرزنی هم برای اینکه از بهش محروم نمونه اینم بلجش ترکهی گذاشت اونجا، و چون جاهل بود ولی مؤمن بود. البته من شرم دارم که بگویم مؤمن، چون موقعی که کلمه مؤمن استفاده میشه یعنی آسایش، یعنی آرامش، یعنی امنیت، و من هم مثل شما ایمانی رو، آسایشی رو نمیتونم تصور کنم که با جهل توأم باشه، بلکه ایمان با خردمندی شروع میشه و همیشه با خردمندی همراهه. علی جان، سوال دومم، شما ببین خیلی خیلی توضیح میدی، من سوالام زیاد میشه. ببین علی جان، زن، زندگی، آزادی، حجاب برداشته شد، برداشته میشه، یه روند جدیدی در ایران شروع شده. علی جان، میخوای جواب بده، میخوای دوباره سگا رو بگو واق و واق کنن که بعد اینترنتت قطع بشه؟ ببین علی جان، وقتی یه پارادایم یک فرهنگ غالب با یه اعتقاداتی که سخت درش وجود داره، با آپاشی کردن این گل پاره ها از هم نمی پاشه، یه پارادایمی وجود داره، پارادایم مذهبی، پارادایم سنتی. آیا به نظر شما ما میتونیم، چون صحبت بهاره، وقتی یه ایدئولوژی چه سیاسی چه مذهبی زمانش گذشته، اون ایدئولوژی رو ما بیایم توش اصلاحات درست کنیم، در صورتی که بایستی کل فریمورک رو عوض بکنیم، تغییرات بنیادی بدیم، یه نظم بدی نوینی ایجاد بکنیم؟ بیاین یه ذره در مورد اون صحبت کنیم. چون ببین، اگر ما بگیم زن حجاب رو برداره، اگر یه زنی بخواد مسلمان باشه، بخواد کلیمی باشه، بخواد مسیحی باشه، میخواد بهایی باشه، من میخوام بحث دین نباشه و سعی میکنم همشون رو بساب بادم، این یه فریمورک که ارزشیابی داره،
برای اعمال خودش. آیا به نظر شما مشکل اساسی ایران و جهان شاید این نیست که این پارادایم ها هنوز بر جای خودش باقیه و شیفتی، تغییر بنیادینی صورت نگرفته؟ و آیا اصلا پارادایم جدیدی هست؟ خواصش چی میتونه باشه؟ چون اگر من زنم و من حجاب رو ور میدارم، آیا بدیم معنی هست که من آزادم وقتی فرهنگ غالب من هنوز داره روی اون پارادایم عتیقه زن ستیزی کار میکنه؟ چطوری این پارادایم رو عوض کنیم؟ نکته خیلی خوبی اشاره فرمودی شما. متاسفانه اون حجابی که بر اندیشه های ما نقش بسته و اون حجاب درونی که سبب شده که نور و تراوت به اندیشه ها راه پیدا نکنه، ما اسیر مهماتی بشیم که دست و پای ما رو گرفته و این حکومت دینی از اون نهایت سوء استفاده رو کرده، از این در واقع دست و پاگیر شدن باورهای کهنه‌ای که هیچ اتفاق نوعی درشون نیفتاده، هیچ در واقع نه لایروبی شدند نه پاکسازی شدند نه پاکیزه شدند طی زمان ها. اون حجاب رو برداشتن، اون حجاب درونی رو برداشتند که مرد و زن نداره. حالا زن آزاد هستش که پوشش منتخب خودش رو داشته باشه، این آزادی های سوری هستش که در جای خودش بسیار محترمه و من هم حمایتش میکنم، ولی حجاب درونی که بر اندیشه ما در درون ما حاکم هستش و اون رو که ما میخواییم برداریم، اون باورمندی نهانی که هنوز اسم امام حسین میاد طرف بغض میکنه و اینو من بسیار آزار میده، ولی جوان 18 ساله‌ای که آزادی خواهستش رو به دار میکشن و این خیالش نیست. دختران و پسران زیادی رو چششون رو کور کردند، هیچ کس مهم نیست براش، ولی هنوز شما تو کوچه پس کوچه ها میبینین که مردم خنجر به سر خودشون فرود میارن به خاطر مظلومیت ابوالفضل، و چنان این روایت ها نقل میشه که انگار از هر سو 24 ساعت 7 روز دوربین های مدار بسته تمام اون وقایع عاشورا رو ضبط و ثبت کردن. شما یه تصادف میشه امروز با این همه تکنولوژی هنوز نمیتونن بگن واقعا دقیق چه اتفاقی افتاده، 1400 سال پیش اتفاقات رو چنان روایت میکنن که انگار هولوگرام لیزریش ضبط شده، و این هنوز میبینی شما تو بستر جامعه جاری. متاسفانه هنوز با تمام این ظلم و ستمهایی که روا شده ما نمیبینیم که ظالم اصلی و اون ظالمی که در جامعه ما داره انواع اقسام ظلم رو میکنه صدها برابر از شمر و یزید ددخوتر و وحشیتر هستش و ما انفعال داریم نسبت بهش. این انفعال ما برای اینه که تغییر بزرگی صورت نمیگیره، یه چیز جهشای اتفاق میفته، یه نسل آگاهی میاد جان خودش رو فرا میکنه، ولی کل بدن جامعه متحد نیستن که اینا رو یه شب بیرون کنن. علت چیه؟ به خاطر اینکه اون بدنه به اون دلیری آگاهی نرسیده، اون حجابهای مردها که در درونشون بر اثر اندیشه هاشون هست و اون حجابهای زنها، مادران ما، حالا پدران ما و خود ما که در بستر اندیشه هامون کردیم که مبادا تراوت و نوری بهاری بر اونها جاری بشه و سبزی و جوانهی بدمه، گلی شکوفهی بدمه، ما رو اسیر و بدبخت یک دیو زمینگیر کرده، یک دیو پیره که نمادش یک مرد عبوس 80 و چند ساله احمق هستش به اسم علی خامنه‌ای.
چرا؟ به خاطر اینکه اون حجاب درونیم رو هنوز بر سر چوب نکردیم. بله. من حامی کشف حجاب زنان هستم. من سر تعظیم فرود میارم به تمام زنها و از لحاظ بیولوژیکی معتقد هستم که زنان در رسته انسانی و در رسته حیوانی هر موجود زنده‌ای جنس مؤنثش قوی تر از مردش هست و این رو بهش اعتقاد دارم و آزادی پوشش رو 100% باش موافق هستم، ولی این سخنی که دارم اصلا نفی نمی کنه اون رو، تایید میکنه سخن شما رو. اون حجاب درونیمون رو ما که میخوایم بر سر چوب بکنیم، بگیم ما دیگه این اندیشه کهنه و باورمندی کهنه که بر اساس سنت هستش، بر اساس عادت هستش، بر اساس این هستش که نقطه راحتی ایستادیم، آقا ولش کن حالا. یک عجوزه 80 و چند ساله عبوس کینهی بدخو، پشمینه پوش تندخو، به قول حافظ پشمینه پوش تندخو اومده و اینجوری جوانای ما رو پرپر میکنه، ما رو در به در کرده گوشه کنار دنیا، ما به سرزمینمون نمیتونیم برگردیم، آب خوش از گلمون پایین نمیره، در قدرت چه در درون مرزها باشیم احساس بدبختی میکنیم، چه در خارج مرزها باشیم احساس غربت و بیچارگی و افسردگی میکنیم، به خاطر اینکه سرزمینمون رو یک عده تصاحب کردند و ما رو از تمرین خردورزی، ما خودمون انتخاب کردیم که تمرین نکنیم خردورزی رو. بله علی جان، میدانید من دقیقا متوجه بیانات شما هستم. ببینید در اصطلاح استراتژیک دیزاین میگن First order change, second order change. یه اردریه که اصلاحیه، ظاهریه، یه اردریه نظمیه که کلیه و درونیه. یادتون هست شما مثال پیره رو زدین که هرچی گفت گفت پیری پیری پیری، به این پیری 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 اشاره به سن بابا نمی کرد، اشاره به الگوهای فکری و باورمندی ها ای که این داشت که بعد در نتیجه اون باورمندی ها و اعتقادات اعمال ناشایسته ای صورت می گرفت. همه جاش هم درد می کرد، همه جاش هم درد می کرد از سرش و چشش و دماغش درد. و پس ما اینو فهمیدیم. الان ببین من چجوری اون عرفان مولانا رو آوردم اینجا. پس ما در این شکی نداریم که باید سیستم عوض بشه و فقط نه شعارها و اجزا. یعنی مثلا شما در مورد زن فرمودیم، بذاریم من این رو بگم و بعد سوالم رو بکنم. تا زمانی که سیستم پارادایم آرکتایپ الگو دیگه، حالا چی بگم، مسئله افلاطونی دنیا اینه که زن پایین‌تره از مرد به هر عنوانی، تورات میخونه، آدم و حوا رو میخونه، میبینه هوای علی رو گول زد، بعد به حساب خدا میاد هم علی رو هم سگاشو هم زنه رو همه رو بیرون میکنه. خب بعد حبیب میاد این داستانه رو میخونه، میگه ای بابا، بعد تمام بدبختی های ما از این زناست. خوب دقت کن ببینین ما آیا باید بیایم بگیم نه بجنگیم با این اینترپرتیشن تعبیر، یا باید بگیم اصلا کل این داستان یه داستان سوریه و نباید اساسی باشه و هر امری که تساوی حقوق زن و مرد رو انسانی، معنوی و حقوقشون رو زائل کنه
اون پارادایم رو ما نمیخوایم. ببین من علی جان ملتفت میشم وقتی شما در مورد رهبر جمهوری اسلامی صحبت میکنید، ولی مشکل بالاتره. ببینین جناب، من میخوام چون این برنامه رو ما 20 سال دیگه هم 30 سال دیگه هم بتونیم استفاده کنیم، که اون موقع شما که هستی، نه من هستم نه خامنه ای هست، ولی مشکل واقعا خامنه ای در وضعیت ظاهری خامنه ایه، در وضعیت باطنی اون طریقت فکری بوده، انتخابی بوده، عدم تعقل بوده، عدم انتخابات صحیح بوده که ما رو به اینجا رسونده. من از نیچه کد میکنم. نیچه رو شما دوست داری، شما جلسه قبل ریشم داشتی، یه ذره نیچه‌ای بودی، حالا امروز نداری، ولی نیچه میگه ببین این تغییر و تحولایی که از این بوت میری به اون بوت به جایی نمیرسه، تو هنوز بوت پرستی، تو باید این خوی بوت پرستی رو برداری. ببینین من میدونم فقط ایران نی، در جاهای دیگه میگه رهبرهایی رو انتخاب نکردن، حالا شما بیا بگو اسم اینا رو ببر، این شاید یه مقدار مردم بگن آره راست میگی علی حبیب، راست میگی، پدرش بسوزه، ولی یه نوع خشونته، خشونت لفظیه. آیا لازمه؟ گاندی اگه اینجا بود میگفت نه، چه خشونت رو نباید با خشونت جواب داد. و حالا ببین دوباره من گاندی رو کوت میکنم و تولستوی رو، اگر ما به یه وضعیتی برسیم علی که همه فرهیخته باشن، همه بتونن به صورت انسانی مسائل رو ببینن، آیا اصلا ما میتونیم فضایی رو فراهم کنیم که این حکما و یا عمرای نالایق بیان و سلطنت رو بگیرن؟ شما ببین برات میگردونم به جمهوریت افلاطون، اگر بخواد عدالت داشته باشه، فضیلت داشته باشه، حکمت داشته باشه، آیا نباید ما وقتی که انتخاب میکنیم این چیزها رو در نظر بگیریم؟ ببینیم، من میخوام بگم میفهمم شما رو، ولی ما باید درد رو که شناختیم درمان حقیقی رو هم بگیم، که این مردمن که ناآگاهن که همچین رهبرایی به عرصه ظهور میان. چون علی جان چرا من روی این تاکید میکنم، من و شما فردا صبح بلند میشیم به ما میگن که حضرت آیت الله خامنه ای، مؤدبانه میگم، سقوط کردن، وفات کردن، خب وفات کردن، رفتن، خوبه. آیا علی جان فردا صبح وضعیت مردم عوض میشه اگر همون افکار، همون طریقت فکری وجود داشته باشه؟ ما چیکار کنیم که اون طریقت فکری رو عوض کنیم و به خشونت نینجامه؟ خدمت شما عرض کنم که برحال تغییر اون طریقت فکری یه وجه درونی داره که من بهش اشاره کردم، که تو اون داستان مولوی مربوط به اون پیری افکار هستش، به اون پیری نه از جهت حکمت و کهن بودنش، از جهت فرسوده بودنش. بله. که اون فرسوده بودن اندیشه های ما که واقعیت های زندگیمون رو تبیین میکنن و خوشبختی یا بدبختیمون رو در قسمت های خانوادگی، شخصی و اجتماعی تبیین میکنن، باید به یک نشاط و روشنی برسه. و وقتی که تک تک ما اکثریت جامعه افکارشون به اون نشاط و روشنی رسیدند،
چون ظالم برخواسته از جهل و سیاهی هستش، قادر نیستش که به حیات خودش ادامه بده، هر چقدر هم که لشکر و حشم داشته باشه یا دسترسی داشته باشه به در واقع مظاهر قدرت. چون همونجور که گفتم به شما، هم مثال بدن رو گفتم، موقع که انسان میمیره بیشتر از سلول‌های انسانی سلول‌های باکتریایی وجود داره، اون سلول باکتریایی اجزای حکومت هستن. وقتی که جامعه بدن میمیره شروع میکنن به خوردن خود سیستم، به خودخوری و خودویرانی میرسه حکومت. پس ما شما درست اشاره فرمودید، اگه بستر مناسب افکار عمومی، بستر مناسب خرد عمومی جامعه ما که یک مثل یک روح نامرئی هستش و فرهنگ یک حال حاضر جامعه رو تشخیص میده، یعنی فر آهنگ به سوی بالا رفتن، فرهنگ یعنی آهنگ به سوی فرهی کردن، وقتی اون آهنگ به سوی کمال رو ما داشته باشیم در خودمون و اون اکثریت جامعه به اون باورمند باشن، مسلماً مزار قدرت فرو میریزند، مرگ رو میچشند و نشانه های درستی و راستی بر سر کار میاند و خوشبختی و سعادت همه گیر میشه. ولی اگه این اتفاق نیفته، اون حجاب درونی اندیشه ما هنوز در درون خودمون تیرگی های ذهنی داشته باشیم که یا باورمندی های اعتقاداتی داشته باشیم، حالا به مذهب یا خرافه های پیشین یا سنت ها یا ترس هایی که واهی هستن، به قول شما فردا آقای فلانی که ظلم بسیار کرده روی خاک بوده تا حالا میره زیر خاک، فردا یکی دیگه میاد به یه لباس دیگه حتی، بله، به یه اعتقاد دیگه حتی، و دوباره ظلم و استبداد در واقع تظاهری دیگه خودش رو نشون میده به مردم. بله. این بار توی عمامه در واقع عبا بود، ممکنه دفعه بعدی توی کروات و کت باشه. بله. صورت ها تغییر میکنن، این که این صورت ها تغییر نکنن که جان مطلب شما بود. ما باید مشق آزاداندیشی کنیم، ما باید آزادانه زندگی بکنیم، آزادانه سخن بگیم و آزادانه فکر بکنیم. آفه. و همون اصل کهن پندار نیک، رفتار نیک، گفتار نیک، که اون نیکی همراه دو تا شاخصه، راستی و در واقع درستی، و اون راستی و درستی هستش که تضمین آزادگی هستش. وقتی که این سپاس، یعنی این سه وجه پاسداری از زبان، اندیشه و عمل، وقتی که ما میگیم سپاسگزارم، یعنی این پاسداری رو در سه وجه انجام میدیم، زبانمون، عملمون و اندیشمون. در عملمون، اندیشمون و گفتارمون راستی درستی وجود داره و این راستی و درستی همیشه از آزادگی میاد. چون شما یه آدم ترسو هیچ وقت آزاده نیست، یه آدم ترسو هیچ وقت راستگو هم نیست. و درستم هست، چمونطور که شما در ابتدای بیاناتتون تأکید فرمودین، برای اینکه آزاد باشی باید آگاه باشی، برای چون آگاهی شجاعت ایجاد میکنه که در مقابل اون چیزی که درست نی تو بتونی قیام سالم رو انجام بدی. چیزی که ما الان 4:30 یه 10 دقیقه دیگه داریم، ببینین علی جان، هگل، شما با هگل چای میخوره دیگه. هگل یک کتابی داره به اسم Philosophy of History، فلسفه تاریخ. یکی از جملاتی که در اونجا بهش زمنن
به صورت ضمنی اشاره میشه و در آثار دیگرش میگه ما همیشه میگن تاریخ رو بخون چون از تاریخ درس یاد میگیری، و هگل میگه آره ما الان یه درس یاد گرفتیم و اونم اینه که هیچ درسی یاد نگرفتیم. خب ببینین علی جان، ما نباید جوگیر بشیم، باید مثل مولانا ها، مثل حافظ ها، اسیر اون پارادایم خودمون که شاید به مراتب علی بدتر از اوضاع و احوال فعلی ایران بوده برای اون نفوذ، چون یا کشتنشون یا نذاشتن بنویسن. ببینین اینا چطور شد که در اون محوطه بسته به جای خشونت، به جای این که بخوان بکوبن و بزنن، اومدن کاری رو کردن که حافظ ها، کاری که بعدن گاندی ها کردن، که ما خشونت رو میذاریم کنار، چه لفظی چه عملی، میایم سیویک دیسابیدینس، سیویل دیسابیدینس، ما نافرمانی مدنی داریم. اگر حالا خوب دقت کن بعد به من بگو که من چقدر پرتملی، و سجارم خبر کن که شهادت بدن. ببین اگر شما به من بگی علی جان که این اوضاع و احوال دنیا و ایران که قسمتی از دنیاست به دست یه 20 نفر حاکم بی‌لیاقت هست، یه مقدار شما کم لطفی کردی به 7 بیلیون آدمی که روی زمینن، ولی آیا هدف این نبود؟ ببین گاندی رو دوباره من مثال میزنم و تولستوی، که یک برتیش امپایر رو که این همه ظلم کرد، این اومد ظلم رو با ظلم جواب نداد، با درایت جواب داد. اگر در ایران اکثر مردم که اونایی که در نظام فعلی هستن چه انسانهای عادی بیان دیدگاهشون عوض بشه، اعتقاداتشون عوض بشه، فکر نمی کنی اینا تغییر بنیادی میشه؟ چون من ترس دارم علی که اگر ما این تلویزیون رادیو رو استفاده کنیم و تمام توجه ها رو به یه رهبر نالایق ما جلب بکنیم، ما داریم وقت تلویزیون رو میدیم به این رهبر نالایق که درباره شرط بزنیم. ولی اگر بیایم یه کاری بکنیم 5 سال دیگه بهتر از الان باشه، از دیدگاه فرهنگی، از دیدگاه عرفانی، علی جان ما نباید بذاریم این خونا به هدر بره. این خونا با ظلم، با طغیان، با ضدیت با عرفان، با ضدیت با دین، اینها درست نمیشه. ما یه راه حل های اصولی میخوایم. یک مقدار درباره اونا به من بگو، قلبم آروم بگیره علی. خدمت شما عرض کنم که تندی که من اشاره کردم به مظاهر که ازش یاد کردم مربوط به این میشه که ما گاهی اوقات مثل یک کسی هستیم که در سرمای زمستون در حال خوابیم، و کسی که در سرمای زمستون در حال خواب هستش رو با بوسه بیدار نگه نمیدارن. گاهی اوقات سیلی باید به صورتمون بخوره از سخنی که بیدارمون نگه داره تا از این خواب سرد زمستانی رها بشیم. ولی تایید میکنم فرمایش شما رو، نیت گفتگوی من شما این نیستش که
تمام تقصیرات رو متوجه یک شخص بکنیم و مردم این که در اون جامعه دارن زندگی میکنن رو انقدر ذلیل بدونیم که یک شخص یا یه عده‌ای که در قدرت هستن حکمران سعادت و سعادتمندیشون هستن. هدف ما این نیست. توضیح واضحات رو همه میدونن. هدف ما این هستش که ظلم رو در واقع تقبیح کنیم و نفی بکنیم و خواستگاهش رو جهل انسانی نشون بدیم. من خواستگاه تمام ظلم هایی که بر بشر، بر حیوان در طول تاریخ شده، بر طبیعت شده، ناشی از عدم آگاهی میدونم. راهکاری که میتونم ارائه بدم برای گریز از این چرخه باطل و چرخه مرگ، خودآگاهی هستش، آموختن هر روز هستش، تقسیم آنچه که آموختیم هستش بیدریق به هر کسی که دور و برمون هستش، مهربان بودن هستش با کسانی که آزاری ندارند. این خصلت خیلی مهمه، چون با کسانی که آزار دارن نمیشه مهربان بود. من خشونت رو علیهشون تجویز نمی کنم، ولی آگاهی رو نسبت به جهل اونها تجویز میکنم. ما باید آگاه باشیم به تمام مظاهر جهل در هر لباسی. به عنوان مثال خدمت شما عرض میکنم که نیروهای مخالف سیاسی که به هر حال ما باشون آشنا هستیم تو این 40 سال، همیشه در مسئله اتحاد نسبت به این مظاهر ظلم در درون کشورمون با هم دیگه مشکل داشتن، به خاطر اینکه اون آگاهیه در سطح عموم اتفاق نیفتاده. ما هنوز در بند نامها هستیم، در بند جانها نیستیم، در بند یگانگی رهایی، هنوز به یگانگی رهایی نزدیک شدیم بهش. خیلی بهتر از 20 سال گذشته است، 30 سال گذشته است، این آگاهی عمومی خیلی بهتر شده، ولی هنوز راه داریم، کار داریم. این البته نباید خوشحال بکنه کسانی که در مسند قدرت هستن که بدونن بقاشون رو این تضمین میکنه. نه، این رهایی از این قید و بندها و رسیدن به اون وحدت و یک پارچگی آگاهی که ما همگی یک خواسته داریم و اون آزادی انسانی، اون حرمت و کرامت انسانی هستش ورای نامها، ورای حکومت، نمیدونم جمهوری یا شاهنشاهی یا هر فرم دیگهش، کرامت انسانی رو ارج بنهیم. چون این چیزی که زایل شده در این 40 سال به خصوص کرامت انسانیه. حقوق زن برای چی بیشتر از بقیه در چشم هستش؟ به خاطر اینکه زنها همیشه در جامعه ایران مظلوم بودن، همیشه در قبض بودن، همیشه حقوقشون نادیده گرفته می شده. و تو نظام جهانی هم شما اینو نگاه میکنی، زن گاهی اوقات به عنوان یه ابزار تبلیغاتی هستش. ما تو کشور ما مسئله دیگه ای داره. ما اون نگاه کرامت انسانی رو باید در خودمون تک تکمون رشد بدیم، آبیاری کنیم، حفظش کنیم، نگهبانیش کنیم و حاکمش باشیم، شاهش باشیم. هر کدوم شاه و حاکم اون حفظ کرامت انسانی درونیمون باید باشیم که اون ضامن رسیدن به آگاهی هستش، تجلیل حرمت انسانی، تجلیل جان هستش. وقتی که به این مسئله رسیدیم، آن کسانی که، آن قدرت هایی که چه ایرانی چه خارجی در نفی پنهان و آشکار کرامت انسانی ایرانی کوشا هستند رو باطل ما میدونیم. آفرین، 100%. وقتی که به این بطلان برسیم به وحدت رسیدیم. وقتی که به این وحدت رسیدیم کوه هم جلودار ما نیست. چون شما ببینین، اگه من درست فهمیده باشم، الان ما دوباره بر میگردیم به این که تا اون پارادایم شیفت در نحوه فکری
در محوه باورهای فرهنگی، سنتی، مذهبی، سیاسی ایجاد نشه، ما امکان داره به خاطر اینکه انسانیم یک ریاکشن، عکس العملی نسبت به کارهایی که اینا میکنن، حالا به هر اسمی میکنن، ما نشون بدیم ما انسانیم، باید این کار رو نشون بدیم. ولی ما بایستی همچنین ملتفت باشیم که علت این که اینها اصلا سر کار هستن، چه در غرب چه در شرق، چیه؟ و اون موقع برمیگردیم به خودمون. دقت کنید، شما یه مثال خوبی زدین، کرامت انسانی. الان چون بحث زن و زندگی و آزادیه، زنها الان به یه جایی رسیده دنیا که باید خودشون هم پیشباز این پارادایم شیفت باشن. یعنی چی؟ من به عنوان یه سایکوتراپیست میبینم افراد میان، علی، خانم ها میان، میگه که من میخوام خودم رو خوشگل کنم، اینجا ما زیبا کنم، اونجا رو زیبا کنم، برای این که بتونم مورد قبول مرده واقع بشم. خوب دقت کن، در صورتی که این اسارته باید ازش بیاد بیرون که نخواد از چشم مرده خودشو ببینه، بلکه از چشم یک انسانی که لایق هست خودش رو ببینه. یعنی به قول شما یه لانگ ترم وجود داره، یه شورت ترم. ولی در هر صورت وقتی به تاریخ نگاه میکنی، با جریان طبیعی این روندها نمیتونی مخالفت کنی، و این چیزیه که شما داری میگی، تغییر و تحول پیش میاد. آیا این سوال آخرمه، الان کارگردانه میاد و یقمونو میگیره. ببینین، شما چه توصیه ای میکنی که مردم این دو اصل رو فراموش نکنن؟ از یک طرف در مقابل خشونت اقدام کنند به منع خشونت. ببینین، این از گاندیه حرفش این نبود که تو ما بی تفاوت باش، پاسیو باش. میگفت تو سعی کن وقتی داری در مقابل ظلم و میسی، خودت عامل ظلم نشی، این کار رو بکن. ولی لانگ ترم، دراز مدت، باید ما یه سیستم تعلیم و تربیتی برای کرامت انسانی و حفظ کرامت انسانی باید تدریس بشه، باید بیاموزیم. آیا در مورد این مطلبی داری علی؟ چی کار کنیم؟ از کی شروع کنیم؟ بعضی تغییرات در دم اتفاق میفتن، آنی هستن. کن فیکن، گفتم باش پس هست. شوق به دانستن، شوق به زیبایی، شوق به خوبی، شوق به راستی، کن فیکونه. کن فیکون میکنه، یعنی همون اراده آفریدگاریه. گفتم باش پس باش هست، آنی اتفاق میفته. مثالی میخوام براتون بزنم از داستان معروف یوسف، خیلی کوتاه. خوابی دیده میشه توسط پادشاه مصر که 7 سال خشکسالی و بدبختی هست و 7 سال برکت و دارندگی و برازندگی. یوسف به عنوان عزیز مصر کاری که میکنه این هستش که در اون 7 سال که در واقع کشت و زار بوده و مزرعه ها بارور بودن، آذوقه جمع میکنه و این آذوقه جمع کردنش و غلات جمع کردنش تضمین این میشه که اون 7 سال خوشساری که پیش رو هستش پس از این برکت ها به سلامت طی بشه و مردم از گرسنگی نمیرن. ما
باید یه همچین رویه رو داشته باشیم. ما باید آذوقه آگاهی، آذوقه دانش، آذوقه آزادگی درونی، آزاداندیشی رو در درون خودمون گرد بیاریم، ببخشیمش و امید رو ببخشیم، آگاهی رو ببخشیم. چون که مسئله دیگه که وجود داره این هستش که بعد از این اتفاقات و این رعب و وحشتی که آگاهانه ایجاد شده، مردم امید خودشون رو حتی از دست دادن که میتونن سرنوشت ساز سرنوشت خودشون و جامعهشون باشن، و این رو ما باید ورق بگردونیم. آفرد. و این از آذوقه‌ای که نه تنها تو 7 سال برکت، بلکه توی 7000 سال. آفرد. ما با 7000 سالگان سر بسریم در فرهنگ ایران. ما با فردوسی سر بسریم، ما با مولوی سر بسریم، ما با سعدی سر بسریم، ما با حکمت بشری سر بسریم که تاریخ نوشته شده چه بلایی سر ظالمان اومده، عاقبتشون چی بوده. صدام رو از سوراخ موش کشیدن بیرون، قذافی رو ترور خیابانی کردن، و تمام کسانی که ادعای قدرت میکردن به خفیفترین و ذلیلترین شکلشون مثل حشرات الارض نابود شدن. این به ما قدرت میده، و در عین اینکه این بزرگاندیشی حماسی که فرهنگ ایرانی به ما میده، زروز گذر کردن اندیشه کن، فردوسی میگه پرستیدن دادگر پیشه کن، بنیکی گرای و میازار کس، ره رستگاری همین است و بس. خلاصه تمام ادیان و تمام فلسفه های جهانی تو همین دو بیت وجود داره. این آذوقه رو ما داریم تو توی 7000 سال برکت فرهنگیمون جمع کردیم، باید خرجش کنیم. الانم باید خرجش کنیم. تا این 7 سال، 7 روز، 7 ماه، 7 هفته بدبختی که ما پیش رو داریم تا از این گذار بگذریم و برسیم به اون برکت دوباره، ما 7000 سال آذوقه داریم، باید خرجش کنیم علی جان، باید ببخشیم، باید بخوریمش، باید مصرفش کنیم، ولو میمیریم. شما یکی از کارهای اساسی که امروز کردی، چگونه این تمثیلات که در آثار عرفا، در آثار ادیان، مظاهر ظهور پیامبران هست، رو شما میاری به جنبه عملی، و پیامی که من در این لحظه گرفتم آن است که نذاریم وقایع ما رو ناامید کنه، نذاریم ما خشونتمون بیشتر بشه، بی‌اعتناییمون بیشتر بشه، چون اگر این کار رو بکنیم ظالمان موفق میشن. نیاییم بگیم اینا بایستی میشد، بایستی حتما میشد. نه، ما خواستیم امروز نشون بدیم ما چون بی‌اعتنایی کردیم به این مخازن علم و معرفت، الان داریم ضرراشو میبینیم. ولی اینا هنوز هستن، ما میتونیم هر روز ازشون بهره مند بشیم، آینده رو بسازیم. آینده خودش نمیاد، خدا، پیامبر، اگر بهش معتقدین یا معتقد نیستین، بایستی در عمل نشون داده بشه، در اراده شما نشون داده بشه، و الا از حرف شروع میشه و به حرف پایان میشه. علی جان، نمیدونم چجوری تشکر کنم غیر از این که بگم از صمیم قلب ممنونم. امیدوارم که الان ساعت طوری هست که شما برسی به جلسه امشب که موسیقی و اینها برگزار باشه. ممنونم از لطف شما. سپاسگزارم از محبت شما. قربان شما، انشالله تا دفعه آینده
که بتونیم گوشه دیگری از این گنجینه های عرفان و عمل رو ما با دیگران شریک کنیم. شما رو به خدا میسپارم علی جان. خدا نگهدار. خوبی ها میسپارم شما رو. ممنون و ممنون از شما بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم.